امروز میخوایم با هم دو مدل شیرینی برای ایام عید درست کنیم. توی هر دو مدل از مارمالاد استفاده میشه. هر مارمالادی که دوست داشته باشید، یک مدل قبل از اینکه داخل فر بره برای توی شیرینی ها از مارمالاد استفاده میکنیم، یک مدل بعد از اینکه از فر اومد بیرون از مارمالاد استفاده میشه. همینطور که میبینید این شیرینی ها فوق العاده ترد و خوشمزه هستن و اگر تا آخر ویدیو همراه هم باشی، این شیرینی های خوشمزه و راحت رو با هم درست کنیم. سلام، به کانال من خوش آمدید. ممنون میشم این ویدیو رو دوست داشتین، کانال من رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو روشن کنید تا ویدیوهایی که میذارم براتون نمایش داده بشه. این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. بریم برای درست کردن اولین شیرینی که احتیاج به استراحت یخچالی داره. تمام مواد خشکتون رو با هم ترکیب میکنید. توی این دستور من از گردو استفاده کردم که مغز گردو رو آسیاب کردم. به جای مغز گردو میتونید از مغز بادام یا فندق هم استفاده کنید و آسیاب کنید. بعدش کره به دمای محیط رسیده و زرده تخم مرغ رو اضافه می کنید، همینطور شیر، و تمام مواد رو اول با قاشق و بعد هم می تونید با انگشتان دستتون مواد رو به هم ترکیب بکنید و ورز بدید، اما با پاشنه دستتون استفاده نکنید که موادتون زود به روغن می افته. این مواد با انگشتان دستتون یکم صبوری کنید و با هم ترکیب بکنید، حالت یه خمیری بهتون میده که این خمیر خیلی لطیف و نرم هست، میتونید بذارید توی نایلون برای استراحت. خمیر من جمع شد. یه خمیر خیلی لطیفی دارم. میذارم توی نایلون و حدود یک ساعت میذارم داخل یخچال تا استراحت کنه. بعد از اینکه از یخچال آوردیم بیرون، سعی کنید که از نایلون تمام خمیر رو به یک باره خارج نکنید. توی نایلون باشه. کم کم از نایلون بیاریم بیرون. به اندازه های تقریبا 20 تا 25 گرمی میتونید قسمت بندی بکنید. اگر که از ترازو استفاده نمی کنید، تمام اندازه هاتون به اندازه یک گردو باشه. بعد طبق فیلم توی دستتون گرد کنید، بعد رول کنید و بعد هم با وردنه شیاردار روشو شکل بدید. یک طرف خمیرتون رو شکل میدین، برمی گردونین، طرف دیگش رو از مارمالاد که داخل قیف میریزین پر میکنید. مارمالادتون اصلا نباید آبکی باشه. حتما باید سفت باشه، غلظت داشته باشه، دقیقا مثل توی فیلم. من از مارمالاد هویج و مارمالاد انبه استفاده کردم. شما از هر مارمالادی که دوست داشته باشید میتونید استفاده کنید. بریزید داخل قیف و وسط شیرینیتون رو از بالا به طرف پایین پایپ بکنید و دقیقا مثل من میتونید بهش شکل بدید. توی دستتون بچرخونید تا شکل بگیره. بقیه که خمیرهاتون رو میتونید به یک باره همه رو اندازه گیری بکنید، گرد بکنید، ولی نباید هوا بخوره. حتما روش رو نایلون بکشید و بعد هم بذارین تو سینی فر. اگر وردنه شیاردار در دسترستون نیست، میتونید از چنگال هم استفاده بکنید، ولی خیلی نباید چنگال رو فشار بدید.
خیلی آروم از بالا به طرف پایین با چنگال روی خمیرتون بکشین تا شکل بگیره. اگر که این به این شکل نخواستین در بیارین، به شکل بعد از این که توی دستتون گرد کردین به شکل دایره با وردنه باز بکنید. یک طرف خمیرتون رو با وردنه شیاردار شکل بدین، برگردونین، یک طرف یعنی حالت هلالی روی خمیرتون رو مارمالاد بریزین و روی هم برگردونین. یه حالت نیم دایره ای میشه که به اون شکل هم میتونید در بیارید. در حین کار کردن اگر احساس کردین که خمیرتون شل شده، بذارین توی نایلون و حدود 10 دقیقه تو بذارین توی یخچال تا استراحت کنه. بعد که آوردین بیرون بقیه کار رو انجام بدین. این خمیر اصلا نباید شل باشه، حتما باید سرد باشه، گرم نباید باشه تا بره داخل فر. بعد از اینکه تمام خمیرهاتون رو بینش مارمالاد گذاشتین و توی سینی فر گذاشتین، بذارین حدود 1 روب توی یخچال حتما سرد بشه. توی این فاصله 1 روب شما میتونید فرتون رو روشن بکنید روی دمای 165 تا 170 درجه، بستگی به دمای فرتون داره. من روی 170 گذاشتم فرم رو. حدود 10 تا 12 دقیقه طول میکشه تا شیرینی هاتون کامل پخته بشه، زیر شیرینی های کمی رنگ میگیره. بعد میتونید بیارید بیرون و سرو کنید و روش رو با پودر قند تزیین کنید. بریم برای شیرینی دوممون. این شیرینی توی قیف پایپ میشه، مثل شیرینی بهشتی. یعنی غلظت موادمون باید طوری باشه که حتما داخل قیف بره. اول روغن رو به همراه پودر قند، کمی بالیسک یا قاشق با هم ترکیب میکنیم که موقعی که میخوایم با همزن بزنیم پودر قند بلند نشه. برای همین من کمی با هم مخلوط میکنم، بعد همزن رو روشن میکنم تا کاملا این دو مواد با هم ترکیب بشه. اونقدر باید زده بشه که پوک بشه و خیلی نرم و لطیف بشه. کاملا رنگش تغییر میکنه، توی فیلم کاملا متوجه میشین. تقریبا 2-3 دقیقه که زده شد حتما دورگیری بکنید تا تمام موادتون یک دست بشه و بعد هم روغن مایه رو میتونید اضافه بکنید در حین هم زدن. حدود 5 دقیقه تا 6 دقیقه که از ترکیب کردن موادتون گذشت، رنگ موادتون تغییر کرد، تخم مرغ رو بهش اضافه میکنین. بعد از اینکه تخم مرغ رو اضافه کردین 2 دقیقه با همزن میزنید. بین کار حتما دورگیری بکنید که موادتون یک دست باشه و بعد دوباره 1 دقیقه دیگه میزنین و دیگه احتیاج به همزن ندارید.
برای اینکه من راحت تر باشم موادم رو توی ظرف دیگه ای میریزم، پودر نشاسته و نمک رو اضافه میکنم و با هم ترکیب میکنم و آرد سفیدم رو کم کم اضافه میکنم. کم اضافه بکنید تا موادتون به غلظتی برسه که بتونید توی قیف بریزید. احتمال داره که همه آردتون استفاده نشه. من همه آردم استفاده شد، اما شما به یک بار اضافه نکنید. من همین کاری کردم، کم کم آرد رو اضافه کردم و به غلظتی که میبینید توی فیلم میرسه و روش رو نایلون میکشم. حدود 10 دقیقه تا 1 ربع میتونید استراحت بدید، اما توی محیط، فقط خنک باشه، محیطتون گرم نباشه، تو همون محیطی که هستید بذارید باشه. حدود 1 ربع کافی هست. تا اینجا این ویدیو اگه خوشتون اومده کانال منو سابسکرایب کنید. ممنون میشم لایک کنید و کامنت بذارید. این ویدیو رو هم با دوستانتون به اشتراک بذارید. دقیقاً غلظت موادتون باید همینطور باشه، به همین شلی باشه. حالا موادتون رو جمع میکنید وسط ظرفتون، روش رو بکشید که هوا نخوره و خشک نشه و بذارین حدود 1 ربع تو دمای محیط بمونه. بعد از این که استراحت کرد، موادتون رو میتونین بریزین توی قیفی که سرش رو ماسوره گذاشتین. از ماسورهی که استفاده می کنید دیگه سلیقه خودتون هست. اگر می خواهید به همین شکل باشه، من از این ماسوره استفاده کردم. می تونید از ماسوره های دیگه هم به هر شکلی که دوست داشتید استفاده بکنید. مواد رو داخل قیف بریزین. روی توی سینی فرتون حتما از کاغذ روغنی استفاده بکنید. کاغذ روغنی بذارید و موادتون رو طبق فیلم روی کاغذ روغنی پایپ بکنید. اما دقت داشته باشید که موادتون کنار هم نباشه، حتما با فاصله باشه، چون این شیرینی باز میشه توی فر. شیرینی مربایی یا مشهدی یکی از شیرینی های اصیل ایرانی هست که برای ایام عید همه درست میکنن. قبلا آموزشش رو توی کانال گذاشتم، لینکش رو بالا میذارم، میتونید بزنید روش. این شیرینی خوشمزه هم درست بکنید. اون شیرینی هم میتونید از همین الان درست بکنید و برای ایام عیدتون از مهمونای عزیزتون پذیرایی کنید. بعد از اینکه شیرینی هاتون رو توی سینی پایپ کردین، برای اینکه انتهای شیرینی هاتون حالت ناصافی نداشته باشه، انگشتتون رو خیس کنید و روی ناصافی های شیرینی هاتون بزنید تا کاملا صاف بشه و بعد هم بذارین تو فر گرم شده 170 درجه به مدت حدود 10 تا 12 دقیقه. فرتون رو حدود 10 دقیقه تا 1 ربع قبل از این که سینی رو بذارین داخلش روشن کنید. زودتر روشن نکنید که خیلی داغ نباشه، شیرینیتون میسوزه. زیر شیرینی یک کوچولو رنگ میگیره، همینطور که میبینید فقط یک کمی زیر شیرینی ها رنگ گرفته. همینطور هم که میبینید شیرینی ها از هم باز شده، پهن‌تر شده. پس فاصله شیرینی هاتون رو دقت بکنید.
حتما هم حواستون باشه شیرینی ها وقتی پایپ میکنید زوج باشه، تعدادشون زوج باشه. بعد از اینکه از فر آوردین بیرون اصلا بهشون دست نزنید تا یکی دو ساعت بعد کامل خنک خنک بشه. بعدن از هر مارمالادی که دوست داشته باشید یا حتی شکلات دوست داشته باشید، هر چیزی که سلیقه خودتون هست بین شیرینی هاتون پایپ کنید. دوتا شیرینیتون رو روی هم بذارید کنار، بعد هم روش رو میتونید با شکلات یا هر چیزی که دلخواهتون هست از این کنید. من از شکلات ذوب شده استفاده کردم، روی شیرینی هام رو با شکلات ذوب شده تزئین کردم. شیرینی قبلی هم با پودر قند فقط استفاده کردم برای تزئینش. میتونید شیرینی هاتون رو از همین الان درست بکنید، بذارید توی ظرف دربسته و توی فریزر برای ایام عیدتون نگهداری کنید. مدت نگهداری این شیرینی ها بالا هست، مدتش زیاده. میتونید از همین الان شیرینی هاتون رو درست کنید. حتما ویدیوهای بعدی رو دنبال کنید تا شیرینی های جذاب دیگه ای با هم درست کنید. سپاسگزارم که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. این ویدیو رو دوست داشتین، با دوستانتون به اشتراک بذارید. ممنونم. خدا نگهدار.